این همه بلند منزل از کجا شده؟ با خدا که از پول حلال اینا آباد شده باشه. اگر از هزار دانه یک دانش از پول حلال آباد شده باشه، 999 از پول رشوت و اینمی قسم منافع ملی را عیف مایل کردن. آه با خدا بکنم. دیدیم اصلا یکی چی شده، اینا کورشان در ترکیه اونجا زندگی میکنن، مثلا گم کده که چی بگویم. با خدا این حیف ما و شما ملت که مثلا زیر پای شدیم، در 20 سال ما را در بدر خاک بسر کردن. ماشاءالله ماشاءالله سرک چه سعی کنی خوشت میاد، دوکانایشون رو سعی کنی خوشت میاد. در جمهوریت هم بری هدف میدیده، در جمهوریت هم شاید رفته باشی، او را سعی کنی چقدر تفاوت آمده. مردم آزاد آزاد میره، آزاد میایم خرید میکنه. سرک ماشاءالله جور شده بعض نقاط شهر کابل. اگر 10 سال هم تو آبادی جریان پیدا کنه افغانستان چگونه کشور باشه؟ والا باور میکنی کسایی که خارج رفته دوباره میاین. من وطنم خیلی دوست دارم. من در ایران بودم، پاکستان بودم، من قلبم درد میکرد، در قلبم رقم سوخت میکرد. من از روزی که مثلا در اونجا روز روزگارم خیلی خوب بود، مگم تنها زندگی تنها مادیات نمیشه. از روزی که در وطن آمده من خدا شایده قسم سر مقم داری اینمی سوخت قلب من گم شده. من تکلیف قلبی ندارم، این رو اینه بر خدا حضور شاهد است، به خدا قسم میخورم که وطن بر من صحت داده. آها چنین نه قربان وطن. این وطن ده جای دنیا پیدا نمیشه. نه نه یا بابا افغانستان و یه چیره جایی نداره، یه کشوری نداره. والا بسیار لذت میبریم. اینی میه زندگی دیگه. چی با درد میخوره دیگه جای. وقتی که در خانه خود آدم آرام باشه، دیگه جای چی زبر؟ که آدم بره ترک کنه کشور چی ضرور؟ خانه خود آدم، وطن خود آدم، جای خود آدم. ای جای به خانه خود آدم چی نمیشه، میاثر نمیشه. به خاطر عشق میورزم، افتخار میکنم. من این صرف به خاطر اینکه لذت ببرم که این آبادی مملکت ماست. من پیاده تیر میشم میرم پلاسخ کار دارم. من این خدا شایده به خاطر از امی که مثلا این آبادی کشور ما رسایی میکنم، من لذت میبرم. واقعا خیلی به نام و یاد خداوند متعال. سلام وطن دارای مهربان، امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شوه. تشکر از شما وطن دارایی که همواره به خاطر تماشا چنل ما را انتخاب کردین. من محمد حیدری هستم، بازم شما را به یک از برنامه های ساخت و ساز خوش آمدید میگیم. کار سرک پل سوخته در حال تکمیل شدن است. آرزوی خیلی وطندارای ما بود که راه نزدیک شود به کارت 4 و کارت 3 و پل سرخ. حال فضل خدا وطندارای ما با 5 دقیقه میره طرف پل سرخ و کارت 4 و همچنان میره طرف چارای شهید مزاری راه نزدیک شده. سابق اینجا کنام سرک نبود، متاسفانه در گذشته از زورمندا مانع قرار میگرفت که کاری سرک آغاز شود. حال فضل خدا در مسیر سرک پل هم ساخته میشه و همچنان این سرک امروز قیرریزی میشه. خوشخبری است که سرک پل سوخته قیرریزی میشه بعد از 20 سال. واقعا جا داره که من از شهرواری کابل سپاسگزاری کنم که این اقدام کردن سرک قیر میشه و همچنان پل ساخته میشه. میریم نظرات وطندارای خودم میگیریم تا آخر برنامه. علیکم.
سلام بدرگاه. آقای صاحب خوب هستین؟ بخیر هستین؟ قربان سلامت. سلامت هستین؟ بخیر باشین. طرف سر بین آقای صاحب. کجا میرفتین بخیر؟ وایم تو میریم طرف پل سرخ. خانه کجاست؟ خانه طرف چهارقلاس. آقای صاحب مبارک باشه، کار این سرک ریزی شروع شده. چقدر خوب شد؟ سلامت باشه والله، خیلی خوب شد. یک بخیر صاحب دیگه سر برو اندازی شوه. این طرف غرب کابل اصلا روبندی موبندی نه باشه دیگه. قبلا هم یک سرک بود، سرک گلوی دواخانه. حال دیگه اینه دو سرکی میشه، یک سرکون میشه. انشاءالله که مشکلات مردم برطرف میشه. نه پنج دقیقه وطندارای ما میره پیاده طرف کارتی، چهار کارتی سی دیگه انشاءالله. آقا دیگه خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. سابق حتما وطندارای ما ناگزیر بودن که چند مسیر تای کنه برای کارتی چهار کارتی سی پلی سر. والله همراه موتر اگه میبود خو هیچ رفته نمیشد. چی خواستا روزای پنجشنبه و جمعه همیشه وقت در گلوی دواخانه روبندی بود. من خودم موتربان هستم. با سادها نمی گلوی دواخانه ما در روبندی بودیم. مامول فعلا خیری بیرن، خیلی خوب شد والا. آی سب چرا در گذشته کار این سرک شروع نمیشه سابق؟ والا ایره برای کل ما و شما بهتر معلومه که بعض زورمندا بود، پول دارا بود. این موانع می پروژه ها میشد که بادر مثلا برای کل موشم معلوم، برای کل ملت معلوم ها دیگه. همین سرک داشت برچی این در قانونی سرک چهار سرک هست. این اون کسایی که مثلا پول دار بودن یا زورمند بودن موانع می چهار سرک هستن. نه نمیدونم کان داره سال دیگه یا یک سال بود سرک چهار سرک میشه. این چهار سرک بود. من اونه به خاطر منافع شخصی خود رو بدر منافع ملی در آه با خدا اینه. حالا مثلا کتی سنگی دیمه زنگ این پروژه هاست که کلش در مسترپلان شهری اینه مثلا امارات از دل خود جور نکده. این در مسترپلان شهری از مسابق بوده ای در زمان داودخان هست میگه پلان آه این مسترپلان هم زمان داودخان که تطبیق میشه. مثلا این دولت از دل خود یار نکشیده. منتو مثلا در زمان مثلا جمهوریت که بود اینا و نواده تطبیق نمیشد یا زورمندا یا رشوت یا دیگه مگمان حالی بشن تطبیق میکنن. آی صاحب سابق ما و شما خیلی رهبر ها داشتیم در منطقه. یک رهبر بود و رهبر بودن واقعا رهبر مردم بودن ولون ما چیزی که ایان است چی آجد به بیانه چیزی که مثلا در دیگ بود در کاسه بر آمد برای کل ملت و برای کل دنیا خود ثابت کردن که ما به خاطر خدمت نامده بودیم. من خدا شاید یک آدم هستم که من چیزی که واقعیت است میگم. من طرفدار نه این میکنم نه آن میکنم. من چیزی که واقعیت است، من مسلمان هستم، من چیزی که واقعیت است میگم. با خدا ده 20 سال چقدر جوانای ما از بین رفت. ده 20 سال این تمام غیر تمام روز بری این همه بلند منزل از کجا شده؟ با خدا که از پول حلال اینا آباد شده باشه. اگر از هزار دانه یک دانش از پول حلال آباد شده باشه 999 از پول رشوت و این همی قسم منافع ملی را ایف مایل کردن. آه به خدا بکر من دیدیم اصلا یکی چی شده. اینال کورشان در ترکیه اونجا زندگی میکنن مثلا گم کده که چی بگویم. به خدا این حیف ما و شما ملت که مثلا زیر پای شدیم در این 20 سال ما را در بدر خاک بسر کردن. و حالا امیدوار هستیم فقط در این شرایط فقط یک کم و بیش بیکاری هست. این امیدوار هستیم که بدر این دولت ما یک کار بکنه که این زمینی کار برای مردم مساعد کنه. یک کمک بار بیکاری هست به خدا. این می سنگ و چوب بیکاره. این امیدوار هستیم، امید به خدا داریم که این روز به روز این جلو بیکاری رو دولت بگیره. وقتی این پروژه تطبیق میشه به نظر شما چقدر وطندارای ما صاحب کار میشه؟ والا زیاد میشه. مثلا به خدا شاهد من خودم خانه ما چرخلای چردیز در پل سوخته از موتر پایین شدیم. من به تو پیاده در سرک میرم به خاطر عشق میورزم، افتخار میکنم. من صرف به خاطر اینکه لذت ببرم که این آبادی مملکت ماست. من پیاده تیر میشم میرم پل سرخ کار دارم. من خدا شاهده به خاطر از امی مثلا این آبادی کشور ما رسایی میکنم من لذت میبرم. واقعا خیلی افغان ها خارج از کشور هستن با دیدن ساخت و ساز خیلی خوشحال میشه. باور کن گاهی وقت من اشک خودم جاری میشه با دیدن وطن. والله واقعا من خودم خارجم دیدم خیلی دو سه چهار مملکتام رفتیم پایین بالام دیدم. ما اش این مملکت های آسیایی پاکستان ایران اونجا رفتیم. اینا گفته من یک موشمه یک ضرب المثل میذارم میگم هر چوت خپل وطن کشمیر دی. این ما به چشم سر خود دیدیم که هر چوت خپل وطن کشمیر دی. هر کس وطنش برش آزادی است به خدا. من این وطن من خیلی دوست دارم. من در ایران بودم پاکستان بودم من قلبم درد میکرد. در قلبم رقم سوخت میکرد. من از روزی که مثلا در اونجا روز روزگارم خیلی خوب بود. مگم تنها زندگی تنها مادیات نمیشه. از روزی که در این وطن آمده من خدا شاهده
قسم سر مغ نداری، یعنی می سوخت قلب ما گم شده، می تکلیف قلبی ندارم. این رو اینه بر خدا عذر شاهد است، به خدا قسم می خورم که وطن برای ما صحت داده، اینه برای ما شفا. ما در ایران پاکستان قلب می سوخت نکرد، اونم احساس غربت، احساس مهاجرت و افغانی کثافت و افغانی ما چطور چیکار بدیم. امروز در اینجا فقط ما یک امیدوار هستم که نیم زمینه کار این دولت برای مردم مساعد کنه که روز به روز شاید خوبم شود، از این بهترم میشه. این فقط مردم اکثریت بیکار هستن، این از این ناله میکنن. السلام علیکم. جور هستی؟ جان جور است. شکر. آرام هستی؟ شکر. نامتان چیست؟ کجا میرفتی؟ احمد زیا. زیا جان کجا میرفتی؟ طرف خانه میرفتی. زیا جان خانه کجاست؟ خانه همین سر کاریز است. چقدر خوشحال هستی سرکتان قیریزی میشه؟ حالا خوش هستیم که سرک قیر شده. خوش هستی؟ خوش هستیم که مملکت ما جور شده. مملکت ما که جور شده، این حال جور شده رفتار های دیگه انشاءالا. جور میشه دیگه. اینجا سابق هم کنم سرک بود؟ نه سرک نبود، این سابق کلان خانه بود. چرا سابق کار همی سرک شروع نمیشه زیاد جا؟ حالا دیگه سابق دیگه پروژا هم چی نبودی که جور شده دیگه، یکی دیگه مردم هم دیگه خانه‌اش دیگه خراب میشد دیگه نشد دیگه. زورمندا خونه ساله؟ نه فضل خدا زورمندا نیست. این سرک جور میشه ما شما راحت میریم طرف کارت چهار. راه پلیس ساخته هم برای ما نزدیک شده دیگه، این پلی جمهوریت هم نزدیک شده، خانه هم نزدیک دیگه لب سرک دیگه. وطن یک خنده میکنه خو. آها چرا نه وطن. آها والله این وطن دیگه جای دنیا پیدا نمیشه. نه یا بابا افغانستان و یم چرا جای نداره، یه کشوری نداره. اینا ان شاء الله روز به روز آبادی شده راست، سرکا جور میشه، شرکت ها جور میشه، زمینه کار به وطن داره ما مساعد این جای واسه افتخار. شرکت ها کار میکنه زیاد جان. فعلا خیلی بیکار هستن دیگه. سابق چی کار میکنه؟ سابق هم رنگولی تمرات بدیم. خدا مهربان است، کاروبارم زیاد میشه. بخیر باشه. بشکر بشکر. جور بشه. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ شکر فضل. جانا که جور است؟ شکر شما جور هستین. بخیر باشه سلامت. معرفی میکردی کجا میرفتی؟ احمد فردین هستم از شهر کابل. دیگه پل سوق میرفتم. خوشحال شدیم این سرک دیدیم بدر. در حالت جور شدن است، اینا جور شده بخیر. راحت میریم. قین میشه بله یا. اینا راحت میریم، راحت میایم بدر. بسیار خوب میشه. با شور و شوق میرفتی طرفی؟ بله ها، با مشان و شاق طرف کارچا میرفت، دیدیم که سرک جور شده، بسیار همت راحت میریم، راحت میاییم، دیگه چی میخواییم از؟ اینه، قربان امارت که امارت خدمت میدن؟ اینه، امارت خیلی خدمت کرد، سعی که هر جای میرقم کار جریان داره، در کارچا یک سرک از روبری ریاست پاسپورت، موجا مسین همت جور شده، میره بخیر. دیگه سپورت به خدا. چرا سابق همین سرک ها جور نمیشه در گذشته ها؟ والا سابق دیگه نبود، توجه نبود. توجه نبود، هیچ دستان در فکرها نبودن. بازم اینه خدا خیر بتم امارت اسلامی را اینه در حالت جور کردن از بعض جای بسیار مقبول جور شدم. سر کوتل رفت ادمان؟ سر کوتل رفتیم، چی یک سرک جور کرده. بهترین سرک جور کرده. این وطن جای پیدا نمیشه، به خدای متعبادی جریان پیدا کنه، انشاءالله وطن ما هم کم از کشورهای همسایه اروپا نمیشه. بسیار مقبول جور شده، خدا مهربان است. یا جور شده دیگه از بعدشم خدا مهربان است. سابق چقدر رهبر داشت ما شما زمان جمهوریت، هر کس خود رهبر میگفت، اینی رهبریت میگیره. توجه نداشتن. توجه نداشتن، فقط در مقام خود بودن، در مقام مفاد خود بودن، با جز از خود دیگه دغم سرک و ملت و چیزا نبودن. با یعنی امارت اسلامی را خدا خیر بده که از وقت آمده بعض جایای نقاط کابل، شهر کابل اونا جور شده. بری شما سعی کنی فروشگاه را چی یک سرک جور کرده، چی دوکانای جور کرده، بری یک دفعه سعی کنی که چی رفت ما گزارش تا یکن بینداد دیگه. بری سعی کنی یک دانه دوکانش فالتون نیست، ماشاءالله ماشاءالله سرک شده سعی کنی خوشت نیاد، دوکانایشون رو سعی کنی خوشت نیاد. در جمهوریت هم بری یک دفعه میدیده، در جمهوریت هم شاید رفته باشی او را سعی کنی چقدر تفاوت آمده. مردم آزاد آزاد میره، آزاد میایم خرید میکنه، سرک ماشاءالله جور شده بعض نقاط شهر کابل. اگر 10 سال هم تو آبادی جریان پیدا کنه افغانستان چگونه کشور باشه؟ والا باور میکنی کسایی که خارج رفته دوباره میاین انشاءالله. بینمی کلگی چی داره وقتی که میبینی وطن آباد میشه چقدر لذت میبری؟ والا بسیار لذت میبریم، اینمی زندگی دیگه، چی بدت میخوره دیگه. جای وقتی که در خانه خود آدم آرام باشه دیگه جای چی زبر.
که آدم بره ترک کنه کشور چی ضرور؟ خانه خود آدم، وطن خود آدم، جای خود آدم، ای جای به خانه خود آدم چی نمیشه، میاثر نمیشه. چی کاربار میکنی شما؟ من دمی وزارت معارف هستم. خب وزارت معارف کار میکنی؟ کار میکنیم. این فضل خدای نمی سرک هم جور میشه، یک پل هم ساخته میشه، بیشتر پل ساخته شد چه خطه باید؟ ولی بسیار خوب است، مردم به هی راحت میشن. حال در پنج دقیقه میری طرف کارتو چهار. بله همی گفت، من بیشتر یک برتان گفتم نه که راحت میری، اما تو راحت می بیدونی چونه چرا را خیر باشی، زنده باشی. کدام پیام دارین به جوان ها؟ ولی به جوان ها اینمی پیام هم هست که بدر به می وطن یه ذره یک توجه داشته باشن، یا زرا خدمت درست، یا زرا یک مثل اینمی زندگی زگه. بخیر باشه، زنده باشه، ان شاء الله.